سلام خدمت دوستان عزیز، امروز میخوایم این اتوی خوشگل رو بسازیم که احتیاج داریم به مقوای ماکت. خب روی مقوا یه شکلی شبیه برگ که کفه اتومون میشه، همه اتوها میدونین دیگه سرش یه خورده تیزه، به اون شکل بکشین. حالا هر اندازه‌ای که میخواین اتوی خودتون باشه، دوستان یه خورده بزرگتر باشه، کوچکتر باشه، اونا دیگه بستگی به سلیقه خودتونه، ولی شبیه این باشه، شبیه یه برگ باشه. خب ما سه تا به همین شکل احتیاج داریم، یعنی بعد از اینکه اینا برش زدیم الگوش میکنیم و برگای دیگه‌مونم میکشیم یا همون کفه اتو. چون طرحمون فلبدا هست، به خاطر همین باید شکل اول الگوی شکل‌های بعدی بکنیم. خب برای قسمت فلزی براق اتو میتونید از قوطی رانی استفاده کنید یا از فویل. من از فویل پشت چسب دار استفاده کردم. خب حالا اینو برچسبشو برمیدارم و میچسبونم روی سطح اتوم. یکی از این سطح ها باید این برچسب براق روش بچسبه. خب گوشه هاشم حتما به داخل خم کنید و بچسبونید. خب به این صورت در میاد. ببین بعد سطحش کاملا صاف باشه. حالا با یه دونه سوزن سوراخ سوراخش کنی، جوری که سوراخ‌های اتو هستش، همینجور منظم و روبروی هم. به این شکل در میاد. خب بعد برگ‌های دیگه ای هم که برش زدیم و روش لایه لایه میچسبونیم و بعد لبه ها رو سنباده بزنید تا سطح این لایه ها با همدیگه یکی بشه. حالا برای قسمت بالای اتو میتونید از ظرف قرص استفاده کنید، یعنی برآمدگی هایی که قرص داخلش هست برای روی اتوتون خیلی مناسبه، البته قرص هایی که به شکل بیزی هستن. خب به این شکل چسب میزنیم و بعد ظرف قرصمون رو روش میچسبونیم. خب حالا من از باتری ساعت استفاده میکنم برای قسمت روش. شما میتونید یه چیزی که شبیه این باشه پیدا کنید و بچسبونید. خب برای دسته اتومون هم از در خودکار استفاده میکنید. با کاتر داغ اون قسمت بالاشو برش بزنید. بعد از اینکه اندازه زدیم قسمت اضافیشو برش بزنید و جایی که برش خورده رو سنباده بزنید تا لبش گرد بشه و بعد با چسب بچسبونید. ببینید اتوی ما تقریبا این شکلی در میاد. خب برای سیم اتو میتونیم از سیم هنسفری استفاده کنیم که قبلا خراب شده، اینا نگه داره. ببینید قسمتش برای سیم اتومون خیلی مناسبه. این قسمتش رو نگه میدارم برای دو شاخش و این طرف هم برای چسبیدن به خود اتو. خب برای قسمت هم از اینکه سیم استفاده کنید. خب اتوی ما تقریبا همه چیش تمام شد و حالا مونده فقط رنگ آمیزیش. خب برای رنگ کردنش از لاک استفاده کنید. من با لاک سیاه تقریبا همه چیش رو سیاه کردم و لبش رو نقره‌ای کردم. اینا دیگه به سلیقه خودتونه، هر جور که دوستانی رنگش کنید. من خودم اینجوری بیشتر میپسندم. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. منتظر نظراتتونم. خدا نگهدار.